سلام. این روزها بسیاری از شهروندان شهرهای مختلف میهنمون در یک صبح پاییزی یا در یک غروب تابستانی در محوطه یک پارک یا پیاده روی یک خیابون و یا در پیچ یک بازارچه به ناگهان با صداهایی مواجه میشن که تندروار شبانه اختناق رو میشکافه و توجهات رو به سمت خودش جلب میکنه. شعارهای کوبنده همراه با صدای رهبری مقاومت ایران. ما در این برنامه از بین همه اون صداها با این قسمتش کار داریم. ولی امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجاع پاش ایستادیم، همچنان که گفتیم سرنگونی. صدای مسعود رجویه که از مرگ بر ارتجاع میگه. منظور از ارتجاع چیه؟ راستی مجاهدین از کی گفتن مرگ بر ارتجاع و چگونه پاش ایستادن؟ بهای این ایستادگی چه بود؟ در این برنامه به تاریخچه رویارویی مجاهدین با ارتجاع خواهیم پرداخت. ارتجاع به معنای گذشته‌گرایی یا واپس‌گرایی است. این صفت به افراد، گروه‌ها، احزاب و حکومت‌های اطلاق می‌شود که مخالف هر گونه دگرگونی در روابط و بنیاد اقتصادی اجتماعی و سیاسی کنونی هستند. ارتجاعی‌ها در هر نظام دست راستی‌های افراطی هستند که به روابط و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کنونی یا گذشته وابستند و در برابر هر گونه دگرگونی ایستادگی می‌کنند. ارتجاع با هر گونه ستاندن قدرت و ثروت از دست طبقات یا گروه‌های بالادست مخالفت شدید دارد. نظام‌های استبدادی و نیروهای پشتیبان آنها ارتجاعی به شمار می‌آیند. سمبل ارتجاع در ادبیات سیاسی ایران آخوندهای بنیادگرایی هستند که در طول تاریخ همواره در کنار شاهان وابسته و مستبد ایستادند و در همدستی با قدرت‌های استعماری مثلث شومی را تشکیل دادند که راه پیشرفت و ترقی مردم ایران رو سد کردند. در جریان انقلاب ضد سلطنتی، ارتجاع در هیئت هیولایی به نام خمینی به قدرت رسید و در قالب نظام ولایت فقیه بر سرنوشت مردم ایران حاکم شد. بعد از گذشت بیش از 4 دهه از عمر این رژیم، حالا دیگه ارتجاع برای مردم ایران پدیده بسیار ملموسیه. ولی اونچه که ما قصد داریم در این برنامه بهش بپردازیم اینه که تضاد سازمان مجاهدین خلق ایران با ارتجاع از کجا شروع شد؟ با بنیانگذاری مجاهدین در سال 1344 و ترسیم مرزبندی اصلی بین استثمار شونده و استثمار کننده، در شرایطی که میهن ما در زیر حاکمیت سرمایه‌داری وابسته شاه قرار داشت، فعالیت انقلابی و مخفی خودش را آغاز کرد که این عملاً به معنی مرزبندی با هر گونه ارتجاع در مبارزه با رژیم شاه بود. جمله معروف بنیانگذار سازمان مجاهدین حنیف کبیر رو حتماً شنیدید. حنیف بنیانگذار میگه در زمینه‌های اقتصادی اجتماعی مرزمندی اصلی نه بین با خدا و بی خدا، بلکه بین استثمار شونده و استثمار کننده است. بنیانگذار مجاهدین و سازمانی که اون بنیان گذاشت با این شناخت مترقی با هر شکلی از ارتجاع و واپسگرایی از جمله با نظام دیکتاتوری شاه رو در رو قرار گرفتند. بعد از حاکمیت خمینی و سرقت انقلاب ضد سلطنتی، در ادامه همون مسیر که از سال 1344 آغاز شده بود، رویارویی با استبداد دینی رو هم به رغم شکنجه و زندان و اعدام به پیش بردند.
و به این ترتیب مجاهدین آلودگی های ارتجاعی و طبقاتی رو از اسلام راستین زدودند. از همه اینا اما مهمتر یک دوگم تاریخی بود که شکسته شد. پرده انقلاب از روی آرمان اسلام و توحید برداشته شد. یک سرودی است که غبار از رخ دین زده چیه؟ واقعا این با تک تک کلماتش، با تک تک حروفش درسته. محمد حنیف نژاد، بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایران، قبل از تأسیس سازمان با همه جریان‌های مذهبی اون موقع نشست و برخاست و جلسه داشت. خوب آخوندهای مرتجع رو میشناخت. همیشه هم درباره مفخوری و ریاکاری این جماعت و بی‌مصرف بودنشون میگفت و روشنگری میکرد. البته اون موقع وقتی مجاهدین اوج گرفتن و نامشون بر سر زبون‌ها بود، همین آخوندهای مرتجع تحت تأثیر اون تعادل قوا خفخون گرفته بودن، نمیتونستن علیه مجاهدین هیچ حرفی بزنن. خیلی هاشون مثل همین رفسنجانی میگفتن اون نمازهایی که از من قبوله که پشت مجاهدین خوندم. اما بعد از ضربه اپورتونیستای چپ نما اون کینه عمیقی رو که نسبت به مجاهدین داشتن آشکار کردن. چون مجاهدین دوکون دین فروشی این جماعت رو تخته کرده بودن، دیگه نمیتونستن به اسم امام حسین ملت رو بچاپن، چون یه جوونهایی به نام مجاهدین پا به میدون گذاشته بودن و راه امام حسین رو میرفتن. در فاصله سالهای 50 تا 54، بجز شخص خمینی، همه آخوندها و سران و مهرهای شناخته شده ی رژیم کنونی، مخصوصاً آخوندها و روحانیون و آیات عظام که در زندان بودند، بدون استثناء از مجاهدین حرف شنوی و به لحاظ سیاسی تبعیت کامل داشتند. از عسگرولادی و لاجوردی گرفته تا آیت الله ربانی و آیت الله انواری و رفسنجانی و عزت صحابی و عباس شیبانی، چه رسد به افرادی مانند رجایی و بهزاد نبوی که به نسبت اینها در مدارج بسیار پایین‌تر قرار داشتند. یک بار شهید بزرگ بیژن جزنی که در زندان شمارسه قصر و بعداً در بند 6 هم اتاق بودیم، خصوصی به من گفت راستی که شاهکار کرده اید، مثل این است که اجنه و دیو را در شیشه کرده و در آن را بسته باشید. گفتم منظورت چیست؟ گفت تو نمی دانی، من از قبل با بعضی از اینها در زندان بودم و آنها را می شناسم. قبل از مجاهدین اینها اصلا اینطوری نبودند. الان را نگاه نکن که مجاهدین با ما در یک کمون زندگی می کنند و در حالی که خودشان روز هستند برای غیر مسلمان ها کارگری می دهند و صبحانه و نهار آماده می کنند. اینها طبق شرع خودشان
ما را نجس و پاسبانها را به خودشان از ما نزدیکتر می دانستند. واقعا هم من از سوابقی که بیژن آن روز گفت بی خبر بودم. اما بعدها وقتی که جریان راست ارتجاعی پس از کودتای اپورتونیست های چپنما و متلاشی شدن مجاهدین سربرداشت، معنی آن را خوب فهمیدم و به چشم دیدم. به چشم دیدم که ساواکی ها را بر مجاهدین ترجیح می دهند و آنها را به خودشان از ما نزدیکتر می دانند. به چشم دیدم که هم اپورتونیست های چپنما و هم توده ای ها را صد بار بر ما ترجیح می دهند. و سرانجام در 4 تیر 59 خود خمینی به زبان اشهدش گفت که دشمن اصلی او مجاهدین هستند. او گفت دشمن ما نه در آمریکا، نه در شوروی و نه در کردستان، بلکه همینجا در همین تهران است. تو همون سالهای اواسط دهه 50 وقتی اسم خمینی به سر زبونها افتاده بود، اون سالهای 56 و 57 آخوندهای مرتجع حلوا حلواش میکردن، مجاهدین یه جزوه درونی تدوین کرده بودن که توش خصوصیات ارتجاعی خمینی رو ردیف کرده بودن و تحلیلشون رو از خمینی به صراحت نوشته بودن. البته این جزوه در همون سال 57 بر اثر یه اشتباه به دست رفسنجانی افتاد. رفسنجانی هم اونو به خمینی داده بود. منظورم اینه که هیچ چیز مبهمی تو تحلیل مجاهدین وجود نداشت. حتی اگه بیانیه اعلام مواضع مجاهدین رو تو رابطه با اپورتونیستای چپنما شما مراجعه کنین و ببینین، مجاهدین اونجا به صراحت از راست ارتجاعی به عنوان تهدید نام میبرن. یعنی دعوای مجاهدین با ارتجاع یه ریشه تاریخی داره. داستان همون دو اسلام سراپا متضاده. ما از همان روز به قدرت رسیدن خمینی، پایگاه طبقاتی او را، خرد برجوازی سنتی و رژیمش را به لحاظ سیاسی مادون سرمایه‌داری ارزیابی می‌کردیم. از نظر تاریخی نیروی پشتوانه خمینی نیروهای عقب مانده و بیرون کشیده شده از اعماق تاریخ جامعه ما بودند، با سبقه خوشکندیشانه، متظاهر و ریاکارانه و فرمالیستی مذهبی، مثل قولی که سالیان سال در بند و به زنجیر کشیده شده و حالا آزاد شده باشد. اینجا یه سوال پیش میاد که جا داره روش مکس کنیم. اگر مجاهدین از همون روز به قدرت رسیدن خمینی ماهیت اون و رژیمش رو میدونستن، پس چرا همین دانایی رو فریاد نکردن؟ چرا از همون روز اول شعار مرگ بر خمینی ندادن؟ چرا به مردم نگفتن که این خمینی که الان رهبر انقلاب شده یک آخوند عقب افتاده و قرون وسطاییه؟ چرا به جاش در انتخابات این رژیم شرکت کردن؟ آیا این به نوعی رسمیت دادن به همین ارتجاع نبود؟ این سوال مثل این میمونه که شما بگید برای بنای ساختمان ابتدا چرا دیواره ها و سقفشو نمیزنید و نیازی به پی نیست، در حالی که باید ابتدا پی و پایه رو زد تا بتوانیم بنایی ایجاد کنیم در برابر خمینی. البته الان بعد از 40 سال که از جنایات خمینی گذشته، خیلی شاید راحته که بگیم چرا از روز اول نگفتید مرگ بر خمینی. اما واقعیت اینه که اگر برگردیم به سال 57 و شرایط اون روزگار، ببینیم که در شرایطی که خمینی در ماه بود و هم مشروعیت اجتماعی داشت و هم مشروعیت سیاسی داشت و هم خودش رو مرجع دینی معرفی میکرد، چه شرایطی بود اون روزگار.
اتفاقا خمینی از خداش بود که مجاهدین از همون روز اول بگن مرگ بر خمینی یا علیه شخص خمینی موضع‌گیری کنن. چرا؟ برای اینکه کارش ساده میشد، برای اینکه میتونست بدون هیچ قیمتی اون موقع نابودشون کنه. که تو اون شرایط مجاهدین عصر رو گذاشتن در مبارزه سیاسی و تلاش برای حفظ آزادی‌هایی که حاصل انقلاب ضد سلطنتی بود تا اونجایی که ممکنه کار کنن. مجاهدین با تحمل همه فشارها، حملات چمقدارهای حکومتی سعی کردن جنگی رو که تو تقدیر بود و خمینی و دار و دسته‌اش خواستار جلو انداختن اون برای نابودی مجاهدین بودن، هر چه و تا هر کجا که ممکنه به عقب بندازن و کار سیاسیشون رو پیش ببرن. البته تحمل اون شرایط در زیر فشار و حملات چماقداران و پاسدارای خمینی بهای سنگینی رو میطلبید. اما مجاهدین با فداکاری غیر قابل توصیف این بها رو پرداختن و ده ها شهید و هزاران مجروح و زندانی برای اینکه آزادی هایی رو که حاصل انقلاب ضد سلطنتی بود تا آخرین قطرش حفظ کنند. این کار دو نتیجه خیلی مهم داشت. اول اینکه فرصتی باشه برای ارتقاء آگاهی جامعه‌ای که در اثر بیش از نیم قرن اختناق و سرکوب دیکتاتوری پهلوی از کسب اون محروم مونده بود، و دوم اینکه اگر ذره عنصر مردمی و امکان اصلاح در اون حاکمیت هست، فرصت گسترش و بروز داشته باشه و در آینده بشه گفت واقعا در حاکمیت خمینی کمترین ظرفیت اصلاح وجود نداشت. پس مجاهدین در مقابل خمینی چه کردن؟ اون تحلیلی که از خمینی داشتن رو چطور در عرصه عمل پیاده کردن؟ آیا اونطور که عده‌ای میگن مجاهدین خمینی رو تأیید کردن و با اون همسو شدن؟ یا اینکه در مقابل خمینی ایستادن؟ خوشبختانه در رابطه با مسیری که مجاهدین طی کردن، اونقدر اسناد تاریخی وجود داره که ما رو از هر گونه حدس و گمان بی نیاز میکنه. اول بریم به روز چهارم بهمن 1357، یعنی روزی که هنوز نه خمینی به ایران اومده بود و نه انقلاب ضد سلطنتی پیروز شده بود. روزی که مسعود رجوی تنها 4 روز بود که از زندان آزاد شده بود و طبعاً اگه میخواست در جهت وزش باد حرکت کنه، موقعیت بسیار مناسبی بود. ولی ببینید مسعود رجوی در اون سخنرانی چی گفت. من نیامدم اینجا که روند خود به خودی قضایا رو فقط ستایش کنم. ما نیامدیم که اون چرا که هست و فقط هست تأیید کنیم. لختی هم باید به اون اندیشید که چه چیز باید باشه و چه چیز هم نباید باشه. آیا ما میخواییم نسل ملعونی باشیم، نسل نفرین شده ای باشیم که فرصت ها را از دست دادن؟ مسعود رجوی در اون سخنرانی گفت فلسفه انقلاب آزادیه. گفت مبارزه کردن حق همه است و در مورد تفرقه افکنی آخوندها هم هشدار داد. بعد هم در شرایطی که خمینی و آخوندها سنگ انقلاب اسلامی رو به سینه می زدن، مسعود رجوی سخنرانیش رو با این جمله تمام کرد. پیروز با انقلاب دموکراتیک ایران. مگه اون موقع کسی میتونست بگه دموکراتیک یا انقلاب دموکراتیک؟ خمینی میگفت فقط اسلام. اسلام یعنی خودش. یعنی ببینید مجاهدین از همون روز اول جلوی خمینی ایستادن و در واقع هر کاری که خمینی میکرد مجاهدین میپیچیدن جلوش، افشاگری میکردن و در واقع هنر مجاهدین بود که میخواستن از آزادی های برآمده از انقلاب ضد سلطنتی ماکسیموم استفاده رو بکنن تا هم چهره خمینی رو افشا کنن و هم خودشون و آرمان‌هاشون رو معرفی بکنن.
این بالاترین برد ما بود. ما میخواهیم مملکت حفظ کنیم. حفظ مملکت به آزادی که شما میگید نیست. باد میدهد این آزادی مملکت را بر باد میدهد. خمینی به محض اینکه بر سر کار آمد، بنا را بر سرکوب آزادی ها گذاشت تا دیکتاتوری ولایت فقیه را برپا کند. مجاهدین هم با هوشیاری تمام در مقابل این خط خمینی ایستادند و روی شعار آزادی تمرکز کردند. خمینی فرمان حجاب اجباری داد. مجاهدین علیه این فرمان موضع گرفتند و زنان مجاهد در تظاهرات علیه حجاب اجباری شرکت کردند. خمینی با شعار حزب الله میخواست همه را زیر عبای خود ببرد، اما مجاهدین جنبش ملی تشکیل دادند و برای تشکیل شوراهای مردمی تلاش کردند. خمینی از 12 اسفند سال 57، یعنی کمتر از یک ماه بعد از پیروزی انقلاب، دسته های چماقدارش را علیه مراکز مجاهدین گسیل کرد، اما مجاهدین ایستادند و افشا کردند، ولی هرگز در صدد مقابله به مصر بر نیامدند. مجاهدین در منشور آزادی ها بر تضمین آزادی کامل عقیده، بیان، قلم، مطبوعات، احزاب و کلیه اجتماعات سیاسی و صنفی با هر عقیده و مرام تأکید کردند. تشکیل انجمنهای هوادار مجاهدین و انتشار نشریات مختلف یکی دیگر از تلاشهای مجاهدین برای آگاهی اقشار اجتماعی بود. نشریه مجاهد، ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران، به تیراژ 600,000 نسخه رسید که در آن مقطع زمانی بی‌نظیر بود. خمینی به جای مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان را تشکیل داد و با تقلبات گسترده مانع از حضور نمایندگان مجاهدین در آن مجلس شد. بعد هم آخوندهای خمینی صفت قانون اساسی ولایت فقیه را نوشتند و وی هم صراحتاً گفت انحراف اسلامی در این قانون به چشم نمی خورد. اما مجاهدین به آن رأی ندادند. دوران مبارزه مسالمت‌آمیز با خمینی 2.5 سال بود، اما به واقع هر روزش با انبوهی تنش و تضاد همراه بود. جنگ سهمگینی که در همه عرصه‌ها ادامه داشت. اون زمان یک فتنه‌ای به راه افتاده بود به نام دعوای لیبرال و ارتجا. حزب توده مدعی بود که تضاد اصلی جامعه لیبرال ها هستند، چون حکومت شاه یک حکومت وابسته به غرب بوده و الان سرنگون شده، بنابراین باید از رشد لیبرال ها جلوگیری کرد که ایران دوباره به روزگار وابستگی بر نگرد. با این منطق همراهی با خمینی رو توجیه می کردن و به خمینی امام می گفتن. البته واضح بود که نا و رمق در افتادن با خمینی رو نداشتن و تسلیم به خمینی رو با این منطق ارتجاعی رفع و رجوع می کردن. مجاهدین اما به صراحت می گفتند تضاد اصلی جامعه ارتجاع و آزادی کشیه و به همین خاطر روی شعار آزادی ایستاده بودند. واقعا محیط طوفانزایی بود که در اون خدای آزادی با ناخدای استبداد پنجه در پنجه شده. در محیط طوفانزا، در محیط طوفانزا، Oh,
راستی با این سابقه تاریخی، مضمون و فهوای این کشاکش تاریخی بین مجاهدین و خمینی چیست؟ در یک کلمه، آزادی. اون به عنوان سمبل ارتجاع و دیکتاتوری مذهبی رو ارائه میداد سربرآورده از اعماق قرون، با عزم جزم برای نابودی تام و تمام آزادی های دموکراتیک، و مجاهدین به عنوان یک نیروی انقلابی آزادی خواه رو در روی ارتجاع و انحصار طلبی و دیکتاتوری در لباس دین، پرچمداران آزادی خلق. و بزرگترین گناهشون در برابر ارتجاع این بود که از روز اول پرچم آزادی رو در اهتزاز نگاه داشتن. بقایای شاه و شیخ تلاش می‌کنند تا رویارویی مجاهدین با خمینی رو از همین روح خالی کنند. میگن دعوای مجاهدین با خمینی بر سر قدرت بود. میگن مجاهدین و خمینی از یک جنس بودن. راستی واقعیت چیه؟ تاریخ چی میگه؟ کجای تاریخ نیرویی رو سراغ دارید که مسئله اش قدرت باشه، بعد بیش از 4 دهه بجنگه و از همه چیزش بگذره؟ همین رفسنجانی خودش به من گفت. رفته بودم به اصطلاح شورای انقلاب، شورای ارتجاع رژیم، برای اعتراض به تقلبای اینا در انتخابات. با همین رفسنجانی، نمیدونم چه کاری شورای انقلاب بود اون موقع، و طبعا نماینده و سخنگوی خمینی. همون روزهایی بود که خودشون وزارت کشور رژیم نتیجه انتخابات مجلس رو، دوره اول رو انتخاب کرده بود. و همه میدونستن که علی رغم اون همه تقلبات، در بالاترین رده انتخاباتی مجاهدین قرار داشتن، و حزب جمهوری که اومده بود خیلی تقلب هم کرده بود، و دستور خمینی و فتوای امام و تمام اینها بیشتر از 2 برابر مجاهدین نبود. یعنی اون چی که خود رژیم اعلام کرده بود، اول حزب جمهوری بود، بعد مجاهدین، بعد سایر. همون موقع روزنامه رو برداشت و به من گفت که ببینید، ما قبول داریم که بعد از ما شما این. و بعد گفت، چون من تقریبا یه چمدون مدارک تقلب با خودم برده بودم که مقدارش در نشریات مجاهد همون موقع منعکس شده، بعد گفت اینا رو آقای فلان بذاریم به کنار، بپردازیم سر بحثای مثلا پایه ایتر، ریشه ایتر، کلمه شدم نیست ولی مضمون این بود. به عبارت دیگه، ما رفته بودیم شاکی تقلب در انتخابات بودیم، اون رو گذاشت کنار. گفت میدونی موضوع چیه؟ شما ما رو وادار کردین بریم رئیس، منظورش رئیس جمهور بود، و وزیر از فرنگ بیاریم. من خودمو به تجاهل زدم، یعنی حرفشو نگرفتم که نخواد مثلا بین ما و اون رئیس جمهور اون زمان اختلاف و تضاد کار بکنه. بعد اون گفت مثل که متوجه نشدی چی گفتم. گفتم نه، متوجه نشدم. گفت ببین، شما تنها گروهی بودین که مبارزه مسلحانه می کردین توی مسلمون ها، مگه نه؟ آخه خودش اتهامش پول دادن به مجاهدین بود، برای این دستگیر شده بود، مثل بسیاری از این آخوندهای دیگه که تو پرونده شون در دادرسی ارتش زمان شاه عضویت در مجاهدین بود، چون کمک کرده بودن، یعنی از مردم پولو گرفته بودن، بخش اعظمش رو خورده بودن، بخشش رو اون زمان شاه به ما داده بودن. خودش به من گفت، اونم از طرف امامش، که شما تنها گروهی بودین که زمان شاه جنگ مسلحانه میکرد، زندان رفتین، شکنجه شدین، محکوم به اعدام بودین، آبرو دارین، حیثیت دارین، نمیدونم افرادتون همه با سوادن، تحصیل کردن، خب میومدین با ما، بیاین با ما، ولی شما ما رو وادار کردین به جای شما برویم، نمیدونم رئیس و وزیر اینا هست، فرنگ بیاریم.
البته همون موقع هم با این رئیس جمهورش و وزیرش و فلان مثل که مستخدمش باشه با این لحن صحبت میکرد، اونم جلو من که رو در روی رژیم بودیم ما. چیزی هم بیشتر از این البته نبود در عمل. و یا خود خمینی رو گفتم که از طریق این پسرش سید احمد بایم گفت آقا بیاین همکاری کنیم، ولی با همون شرایطی گفتم. ما گفتیم برو پیک کارت. به این ترتیب به وضوح میشه دید که هم خمینی و هم مجاهدین در اون بازه زمانی 2.5 سال به آزمایش کشیده شدن. ولی موضوع این آزمایش چی بود؟ هر کدوم از این دو جبهه چطور از پس این آزمایش بر اومدن؟ مجاهدین با خویشتنداری بی‌نظیر و انضباطی حیرت انگیز 2.5 سال تمام چماق خوردند و شکنجه شدند و شهید دادند و تهمت و ناسزا شنیدند تا اگر در خمینی و رژیمش به اندازه سر سوزنی ظرفیت اصلاح پذیری وجود داشته باشد، آن ظرفیت را به نفع مردم ایران به کار بگیرند و مانع از هر گونه خونریزی شوند. اما خمینی دجال در مقابل از هر فرصتی برای سرکوب آزادی ها استفاده کرد. بیش از 60 تن از مجاهدین را در همان فاصله زمانی کشت و تمام راه‌های تنفس جامعه را بست. خمینی ملعون سرانجام تظاهرات مسالمت‌آمیز 500,000 تن از مردم تهران را به رگبار بست و برای مجاهدین دو راه بیشتر باقی نگذاشت: یا ذلت و تسلیم و تن دادن و یا مقاومت به هر قیمت، مقاومتی با بهایی سنگین و خونبار. بنابراین از اونجایی که در این مختصر فرصت تشریح رخدادهای قبلی و بعدی نیست، میپردازم به جمع‌بندی کلی تمایزهای مجاهدین از خمینی و رژیم آخوندی. اول اینکه مجاهدین و خمینی که در ظاهر هر دو از اسلام و انقلاب صحبت می‌کردند، در منتها الیه و در دو سر طیف به نحوی کاملا متعارض و فوق متناقض در یک ضدیت آشتی ناپذیر و تمام عیار با یکدیگر بودند، به نحوی که بالاترین درجه خصومت و بالاترین خونی که در تاریخ معاصر ایران ریخته شده بین این دو بوده. دوم اینکه به رغم همه دجالگری ها و جنایت ها و حمایت های استعماری، مجاهدین پیوسته در همشکننده نیرنگ ها و توطئه ها، نیرنگ ها و توطئه های ارتجاعی و استعماری در برابر خمینی و رژیم آخوندی بودند. سوم اینکه مجاهدین یک جریان پیشتاز و راهگشا و سمت دهنده به حرکت‌های مردمی و دموکراتیک بودند، در حالی که خمینی پیوسته در پس تحولات و در پس جنبش مردم
به فرصت طلبانه ترین نحو عمل میکرد. چهارم این که مجاهدین پیوسته بر عهد و پیمان و مواضع اعلام شده شون استوار موندند، در حالی که خمینی شاخص فرصت طلبی، دروغگویی و پیمان شکنی است. پنجم این که مجاهدین همیشه در راه منافع و مصالح عالیه مردم ایران و احقاق حقوق اونها از جان و هستی و همه چیز خودشون مایه گذاشتند و مایه میگذارند و قیمت رو خودشون میدهند، در حالی که خمینی برای رسیدن به قدرت و برای ماندن در مسند حکومت به سادگی آب خوردن تمامی قیمت رو از مردم ایران وصول میکرد، از قرارداد کذایی الجزایر گرفته تا تلفات میلیونی جنگ و اعداد ارقام اعدام ها و ابعاد شکنجه و سرکوب و دست و پا بریدن ها و شلاق زدن ها و چشم از حدقه در آوردن ها، تمامی اینها گواه همین حقیقته. خب با این دو اسلام، دو نظرگاه و دو ساختار سراپا متعارض و فوق متناقض، علت سبوعیت و خشم و کین حیوانی خمینی و رژیم آخوندی با مجاهدین به وضوح روشن میشه. چنان که ابر گره خورده با گریستنش، چنان که گل همه عمرش مسخر شادی است، چنان که هستی آتش اسیر سوختن است، تمام پویه انسان به سوی آزادی است. خدا نگهدار.